سلام من هانیم و به اتاق سیزده هم خوش اومدید سلام منم بهرام و به اتاق سیزده هم خوش اومدید امروز برگشتیم با یک داستانی که در نیوزلند اتفاق افتاده نمیتونم بگم این داستان حل شده است نمیتونم بگم حل نشده است از لحاظ حقوقی این پرونده بسته شده ولی همیشه توی این پرونده های بسته شده یه علامت سوال وجود داره بریم این داستان عجیب و غریب رو با هم شروع کنیم در اگست سال 2000 آقای مارک 43 سالش بود و خانمش کریستیان 38 سالش بود. یه چیز حدود 18 سال بود که با هم دیگه ازدواج کرده بودن. در گروه های پیشانگی با هم دیگه آشن شده بودن و بعد عاشق منشوق شده بودن و ازدواج, ازدواج کرده دو. بودن. بارها در تلاش کردم برای بارداری و یک بار اتفاق افتاد و یک دختری به دنیا آوردن به اسم امبر امبر داستان ما الان در سال 2007 سالشه و هیچ خواهر و برادری نداره به خاطر اینکه بعد از اون هم مرتب تلاش کردن دیگه باردار نشد دیگه نشد اون اتفاق نیفتاد و آقای مارک و خانم کریستیان در یک جایی زندگی میکردن در نیوزلند که به نظر نه شهر کوچیکی بود نه بزرگ بود ولی امن بود مدرسه های خوبی داشت مردم محلی به نظر میاد آدمای بی درد دنبال دردسر دنبال اینکه مثلا خرابکاری بکنن نبودن نه نبودن ولی خب به رابطه آقای مارک و خانم کریستیان زیاد خوب پیش نمی رفت یعنی دیگه عاشق معشوق نبودن مثل سابق نبودن مثل سابق نبودن, مثل سابق نبودن. آقای, مارک آقای مارک یک مدتی بود تو کار ساختمون سازی بود میرفت ولی بعدش اومدن یک کاری با خانم کریستین رو انداختن سینکو نمیدونم میز و اینا رو کاتالوگای آنلاین داشتن به فروش میرسوندن و آقای مارک هم مثل فروشگاه فر... فروشنده دورگرد بود اینا رو میذاشت تو ماشینش میرفت شهرهای دیگه و می میفروخ آره میفروخ و خانم کریستیان هم بیشتر شبیه یک کسی بود که حالا حساب کتابا رو انجام میده حساب داره این کارا رو انجام میداد و همین شراکتی که داشتم و وجود انبه باز شده بود که این رابطه سرد رو نگه داره حتی بخ... حتی به خاطر شراکتشون و انبه هم که شده این رابطه رو نگه داشتن البته آقای مارک جنبه های بدی هم داشت مثلا خیلی مشروب میخورد رفتارهای زننده داشت وقتی مشروب میخورد یعنی به چشم کسایی که میشناختنش زیاد آدم خوبی به نظر نمیومد از لحاظ اخلاقی ولی خب کرسی باهاش مونده بود و زندگی کرده بود آقای مارک همیشه هفته دوم هر ماه ماشینش رو بر می داشت اون سینک ها رو مینداخت پشت ماشینش رو میرفت به یک شهری که در نزدیکیشون بود حدودا مثلا یه ساعت و نیم دو ساعت فاصله داشت اونجا میموند یه موتلی هم اونجا بود که همیشه توی اون موتل میموند آقای مارک یه چیزی حدود 190 سانتی متر قد داشت و 140 کیلوگرم وزن داشت یعنی آدم درشت هیکل بود دودن و خیلی به غذا علاقه داشت از قیافش هم مشخصه خیلی آدمی بود که اهل مشروب خوردن بود مشروب آره و مشروب هم زیاد میخورد وقتی مشروب میخورد حرفای نابجا میزد زیاد از لحاظ اجتماعی آدم درست حسابی نمیدونستنش به خونش اونقدر آدم جالبی نمیدیدن نه نمیدیدنش واقعا و این علاقه به مشروبش باعث شده بود که الان در سال 1999 تقریبا یک سال قبل یک سری زمین بخره که تا بتونه اون تجارت مشروب سازی و فروش مشروبش رو آغاز کنه یعنی تاکستان داشته باشه که بخار... یعنی بخواد تولید مشروب بکنه آره اون کار رو آغاز کرده بود و امید داشت که بتونه این کار رو به یک نتیجه برسونه 29 آگوست بود که کریستیان و مارک با هم دیگه رفتن به یک مغازه‌ای که لوستر انتخاب کنن در اون مغازه به نظر میومد که رفتار خیلی خوبی دارن با همدیگه انتخاب کردن لوسته رو حتی دیده شده بود که مارک گونه کریستیان رو بوسید و بعد رفتن پول رو پرداخت کردن و بعد با هم دیگه از اون نرمال بودن هیچ مشکل نبود آره حتی به نظر می اومد حتی اون رفتاری که میگفتن با همدیگه دیگه سردن رابطه آنچنان دیگه با همدیگه ندارن این نشون میداد که یه زرم شد رابطه شد از قبل بهتر شده اومدم بیرون و آقای مارک وسیله‌هاش رو برداشت سینکش و اینها رو قرار بود که اون ف... اه... که بره دوباره بفروشه به یک شهر دیگه به شهر دیگه دوباره جنساشو بفروشه جنساشو بفروشه رفتشو در ساعت نهانیم صبح بود از کرسیان خدافزی کرد و راه افتاد افتاد تا بعد از ظهر مشغول این بود که با مشتریاش گپ بزنه میرفت در خونه این و اون که محصولاتش رو معرفی کنه و حدود ساعت پنج و نیم بعد از ظهر بود که کریستیان با مارک تماس گرفته بود الان وقتی بود که دیگه مارک کارش تموم شده بود کریستیان هم رفته بود که امبر رو از مدرسه آورده بود توی ماشین بودن داشتن میرفتن سمت خونه در مورد تجارت با هم دیگه حرف زدن از کار حرف زدن امبر تلفن رو از باباش از مامانش گرفت با باباش صحبت کرد به باباش گفت که میتونم برای شام همبرگر بخورم از مکدونالد چیزی سفارش بدم بخرم باباش هم با اینکه خب خانوادهش سنگین وزن بودن دیگه حتی انبر هم با ترجم ب... مثل پدر مادرش بود سنگین وزن بود پدرش بهش اجازه داد اجازه داد که برای خودش مکدونالد بخره حدودا اون ساعت ها و تایم ها نشون میده که ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه اه، کریست، اه، کریستیان و امبر از مکدونالد خرید کردن یعنی اون فیششون نشون میده آره و بعد رفتن خونه احتمالا اون همبرگرشون و اون ناگت و ماهی که خریده بودن رو خوردن آخرین خبری که ما از کریستیان و امبر داریم اینه که حدودا ساعت 6 و 56 دقیقه یک خانم به زنگ میزنه به خونه کریستیان کریستیان جواب تلفن رو میده و خانومه میگه که مارک میتونه هفته آینده بیاد شرابای ما رو مزه کنه و کریستیان بهش میگه که مارک خارج از شهره فردا تماس بگیر بیا او خانوم میگفته که کریستیان رفتار عادی نداشته و این تماس کلا 17 ثانیه طول کشیده میدونی به نظر میمده که عجله داره برای کاری و هیچ کس نمیدونه که چرا این تلفن رو قطع کرد چون ظاهرا کریستیان با این تجارت این زمین انگور و اینا یه ذره مخالف بوده و هر دفعه که اون تماس میگرفته یه ذره بحث میکرده باهاشون مثلا با که مشتری بودن بحث میکرده آره بحث میکرده باهاشون که مثلا حالا بچی این بیاد مزه کنه مشروب بارو کلا با این سفارش مشروب و اینا مشکل داشته مارک برای خودش از فروشگاه یک کوکاکولای رژیمی خریده بود یک عرق نیشکر خریده بود و یه سری خرت و پرت قضا خریده بود رفت به موتلش الان حدود ساعت 8 و رب به شبه چند بار دوستش همکار تجاریش بهش زنگ میزنه که دوستش هم بوده و مارک جواب تلفن رو نمیده دوباره این همکار ساعت حدودا هشت نیم شب دوباره زنگ میزنه یعنی یک رب بعد دوباره زنگ میزنه و مارک جواب تلفنش رو خب میده با هم دیگه صحبت میکنن و این همکار تجاری خیلی عصبانی بوده ناراحت بوده و به مارک میگه که ما من تو بدهکاریم باید این فیش این قبض رو پرداخت کنیم مال اون زمینای پیش خرید کرده بودن برای تجارت آره برای تجارت انگور و تاکستان اینا برای اون پیش خرید کرده پول اون رو میدادن الان بدهکارا پولش میخواستن الان بدهکارا دو روز آینده پولشون رو میخواستن و مارک باید این پول رو میداد و خب مارک این پول رو نداشت یه چیزی حدود 16 هزار دلار بود اینا چک داشتن رو پرداخت میکردن یه حدود 27 دقیقه با همدیگه در مورد این مسائل که حالا چجوری جوری ها رو صاف کنن و اینا صحبت کردن و بعد از اون که دیگه تلفن رو قطع کرد و حدود ساعت 11 و 45 دقیقه مارک زنگ میزنه به پایی به سالن ماساژ و میگه که برای من یه فاحشه بفرستیم بالا یا به همون اصطلاح ماساژور بفرستیم بالا بعد که این فاحشه میاد بالا اینها با هم دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن مارک رو ماساژ میده و در حدود ساعت 20 دقیقه به یک شب 140 دلارش رو میگیره میره. و میره و بعد از اون دیگه ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده مارک کجا بوده چی کار کرده ولی میدونیم که ساعت هفت صبح میره پیش اون کسی که مسئول هتل بوده میخواسته که کلو پس بده به اونها یه چیزی میخوام اینجا اشاره کنم این موتلی که چی میرفته موتلی که مارک میرفته مثل اینا نیست که مثلا یه هتل در ورودی داشته باشه وارد چی بری اتاق داخل ساختمون باشه از این هست که تو فیلم های آمریکایی نشون میده که اتاق ساخت... اتاق همینجوری چند طبقه هست آره اتاق اتاق هر کی بخواد بره هر کی بخواد اون شکلی بوده موتله و خب مارک میره حدود ساعت هفت صبح از مرد میخواد که ببینه باتری داره برای ریش تراشش یا نه و اون آقا هم خب باتری رو بهش میده و بعد ساعت هشت صبح کلیدا رو پس میده و میره این آقایی که نگهبان اونجا بوده میگه این عجیبه به خاطر اینکه مارک همیشه ساعت نه میرفته ولی الان زودتر تصمیم گرفته که بره چند بار, چند بار مارک زنگ میزنه به خونه که با کریستیان صحبت بکنه ولی خب کریستیان جواب تلفنش رو نمیده مارک کم نگران بوده و اینا حدود ساعت مثلا نه بوده که دوباره که زنگ میزنه به خونه یکی از دوستای کریستیان تلفن رو جواب میده خب به اون مارک به اون خانم میگه که کریستیان کجاست خانم هم میگه که کریستیان الان کار داره نمیتونه جوابت رو بده بعدا میگم بهت زنگ بزنه. حالا اینجای داستان رو از مارک داشته باشین بیایم برگردیم خونه کریستیان قبل از اینکه این, این خانم جواب تلفن مارک رو بده حدودا مثلا یک ساعت قبل برادر کریستیان قرار بود که بیاد خونه کریستیان و برگه های اظهارنامه مالیاتیش رو بگیره چون کریستیان کارهای حساب کتاب و حسابداری انجام میداد کار برادرش هم انجام میداد آره قرار بود کار براش اظهارنامه مالیاتی پر, پر کنه این برادر روز دوشنبه اومده بود و کریستیان بهش گفته بود برو چهارشنبه برگرد رفت در زد در خونه و جواب نداد این عجیب بود به خاطر که کریستیان همیشه از داخل خونه کار میکرد و اصلا با همدیگه قرار ملاقات داشتن چرا جواب بده؟ چرا جواب بده؟ برای همین در رو شکست و وارد شد وقتی وارد شد هی صدا زد امبر کریستیان امبر کریستیان اما جواب ندادن رسید به جایی که در اتاق خواب کریستیان و مارک بود. امبر رو دید که روی زمین افتاده، سرش در یک حالت خیلی نامتعارفیه، بدنش زیر خونه و فهمید که یک اتفاق بدی افتاده و اومد بیرون با اداره پلیس تماس گرفت با 911. و مورد اورژانسیش رو گزارش داد و اونها هم قرار شد که نیرو بفرستن در این مدتی که میخواستن نیرو بفرستن این آقای برادر کریستیان رفت داخل میخواست خواهرش رو پیدا کنه و خواهرش رو روی تخت خواب پیدا کرد در حالی که کاملا برهنه بود و سری که تقریبا وجود نداشت اتاق خواب پر از خون بود در و دیوارا و حالش بد شد اومد بیرون در این فاصله که پلیس قرار بود برسه دوست کریستیان هم رسید اینها انگار هفته سه بار با هم دیگه قرار داشتن میرفتن پیاده روی زمانی که این خانم دوست توی آشپزخونه داشت با پلیس صحبت میکرد اینجا بود که مارک زنگ زد و پلیس بهش گفت که تو جواب مارکو بده که اون حرف رو بزن بگو که الان نیستن آره گفت تو این حرف رو بزن اینو بگو بشه خب اون خواهدان جواب تلفن رو داد ولی ما نمیدونیم چرا مارک ظاهرا به این تلفن راضی نشده بود و زنگ زد به دوستش به دوستش گفت که من نتونستم امروز با کریسیان ارتباط برقرار کنم این برام عجیبه میتونی بری خونه ما یه سر و گوشی آب بدی دوستش رفت و بعد از چند دقیقه بهش زنگ زد و گفت که مارک من رفتم ولی دور تا دور خونتون پلیس اصلا اجازه ورود نمیدن فقط یه چیزی میخوام بهت بگم نگران نشیا ولی توی اخبار امروز در مورد یه قتل مشکوک توی محله شما حرف میزدن همه قتل مارک تصمیم میگیره که کارشو ول کنه برگرد خونه توی راه با یکی از مشتریایی که قرار داشته صحبت میکنه و بهش میگه یک اتفاق بدی برای همسرش و بچهش افتاده برای همین میخواد برگرده خونه یک ساعت و نیم بعد میرسه یه چیزی حدود ساعت یک و بعد از ظهر میرسه و اونجا یک خیابون دورتر از خونش مارک رو دستگیر میکنن میخوان بدونن که مارک شب قبل کجا بوده چیکار کار میکرده آیا میدونه چه اتفاقی برای کریستیان افتاده؟ مارک وقتی خبر قتل همسر و فرزندش رو شنید خیلی حالش بد بود انقدر حالش بد بود و روانیش بد بود که اطرافیانش نگران این بودن که یک بلایی سر خودش بیاره خودکشی کنه آره از یه طرف دیگه پزشکی قانونی جسد امبر رو همون روز از خونه خارج کردن ولی جسد کریستیان رو گذاشتن باشه به خاطر اینکه وضعیت جسد انقدر بد بود و اون محیط انقدر خونی بود که میگفتن که اگه ما اینو از خارج کنیم از اینجا م... شواهد ممکن از بین بره آره میگفتن این اتفاق ممکنه بیفته حتی روز بعدش هم که جسد رو خارج کردن از پنجره خارج کردن از در نیاوردن به خاطر اینکه محیط خیلی به هم میریخت و خب بررسی کردم اونجا رو یک اثر دستی که دستکش دستش بود روی پنجره بود و مشخص بود که زاره پنجره رو شکسته و از بعد پنجره رفته قتل انجام داده آره بعد از اینکه قتل انجام داده تنها چیزی که از خونشون دزدی کرده بود یک جعبه جواهرات بود که متعلق به کریستیان بود و چیز دیگه ای ندزدیده بود لپتاپ بود گوشی تلفن بود وسایل ارزشمند بود ماشین کریستیان داخل خونه بود ولی هیچ کدوم از اینها رو نبرده بود پس احتمال زیاد قط شخصی بوده میخواسته فقط آره. اونا رو. یعنی به نظر میاد که هدفش فقط کشتن بوده و بردن جواهرات یعنی جزی نداره نمیتون باشه اون اطراف هم گشتن نه سلاح قتل رو پیدا کردن نه جعبه جواهرات رو پیدا کردن و متخصصی که سر صحنه جنایت بود میگفت که صلاح قتل یک چیزی مثل تبره تبر دو سر تبر دو سر با تبر دو سر کشته و بعد از اون گفتن که امبر هفت ضربه به سرش خورده یعنی هفت تا ضربه به سر یک بچه زدن و اونو کاملا کشتن ولی کریستیان وضعیتش خیلی بدتر بود به نظر میومد حمله با کریستیان آغاز شده یعنی به قدری به سر این زن ضربه زده بودن که اون تخته ای که پشت سرشون هست اون کاملا از بین رفته بود یعنی اینقدر محکم زده بوده که دیگه اونجا رو هم همه رو زخمی کرده بوده همه رو زخمی کرده بوده و تقریبا سری نداشته به هیچ عنوان اون متخصص پزشکی قانونی که کار میکرد روی پرونده بر اساس چیزهایی که توی معدهشون بود و میگفت غذا هنوز هضم نشده بوده بوی بدی معده نمیداده برای همین خواستن زمان مرگ رو تشخیص بدن بر این اساس بر این اساس گفتن که یک ساعت طول میکشه که غذا هضم بشه اگر اینها ساعت 6 غذا رو خورده باشن ساعت هفت بهشون حمله شده یعنی بعد از اون تل... تلفونی تلفنی که به کریستیان شده بود چون آخر... غذا که برای خواست. نه برای مشروع. برای مشروب که زنگ زدن سو سوال کرد. آره ده. بعد از اون چون ما میدونیم آخرین کسی که با کریستن حرف زده همون خانوم بوده میگفتن که حمله احتمالا بعد از اون اتفاق افتاده با توجه به این که قضاهای مده حزم نشده و همچنین بو نمیده میگفتن که یه، یعنی ساعت هفت این اتفاق افتاده یعنی یه ساعت بین غذا خوردن و کشته شدن فاصله بود احتمالا مراسم تشی جنازه کریستیان و امبر در هفتم سپتامبر 2000 اتفاق افتاد و این مراسم تشییع جنازه به خاطر قتل فجی که اتفاق افتاده بود از تلویزیون ملی هم داشت پخش میشد و رفتاری که مارک در اون مراسم داشت باعث شده بود که خیلی مورد توجه قرار بگیره خیلی حالش بد بود آره دو نفر زیر بغلش رو گرفته بودن خیلی بیقراری میکرد یه عده میگفتن آخه تفلک زن و بچهش از دست داده یه عده میگفتن که نه این ظاهر سازه آره فیلمشه و از همه اینا به کنار پلیس از همون ابتدای تحقیقات به مارک شک داشتن یعنی میگفتن که مارک احتمالا همسر و فرزندانش رو کشته یه چیزی که توجهشون رو جلب کرده بود اون تماس تلفنی بود که مارک با اون مشتریش داشته بود و تو بودی اتفاق بد برای همسرم و اینا افتاده میگفتن که تو خبر نداشی که چه اتفاق افتاده چه یه همچین حرفی بزنی ولی من نظر شخصی من اینه که وقتی داره یارو به تو میگه دور خونت پلیس جمع شده بعد تو منطقتون هم یه اتفاق قتل بدی افتاده قتل چی بهش میگه فجیه افتاده, فجیه افتاده, افتاده که معلوم نیست چه اتفاقیه یعنی مثلا من حتی یه درصدم که بخوام خودم رو گول بزنم میگم ممکنه که مثلا این اتفاق افتاده باشه برای همین بهش شک داشتن اما یه چیزی شکشون رو بیشتر کرد داخل جمجمه کریستیان یه سری تیکه های رنگ آبی و نارنجی پیدا کردن ظاهرا زمانی که مارک در ساختمون کار میکرده اون ابزاری که داشته وسایلی که داشته به خاطر اینکه با مال بقیه قاطی نشه یه سری رنگ آبی و نارنجی بهشون میزده خب که از بقیه جدا باشه بعد که اومدن این تیکه های رنگی که تقریبا 18 تا تیکه بود توی سر کریستیان پیدا کردن با اون رنگایی که مال ابزار مارک بود تطابق دادن یکی بود حتی از لحاظ مواد شیمیایی مثلا یه یو میگه که آره مثلا شاید یه وسیله دیگه این رنگ زده باشه ولی دقیقا همون بود ولی حتی مواد شیمیاییش هم یکی بود و این نشون میداد که سلاح قل از وسایل مارکه اما اما روزی که اینها به قتل رسیده بودن در انباری که وسایل مارک داخلش بود قفل بود یعنی ما نمیتونیم بگیم که قاتل رفته ابزار از اونجا آورده بعد رفته کریستیان کشته به خاطر اینکه وقتی جسد کریستیان پیدا شد در اون انباری قفل, قفل بوده پس قاتل نمیتونه رفته باشه اون تو پلیس همه توجهش رو داده بود به مارک تا مطمئن بشن ببینن میتونن مچ مارک رو بگیرن یا نه تقریبا یک هفته بعد از قتل کریستیان و امبر یک خانومی که تقریبا خونش 500 متر فاصله داشت از خونه مارک و کریستیان و امبر اومد جلو اسم این خانوم مارگارت بود مارگارت بودن 60 سالش بود و گفت که روزی که این اتفاق برای کریستیان امبر افتاده من سوار ماشینم بودم و داشتم میرفتم که برم کلیسا و یک مردی رو دیدم که یک کلاه گیس بلوند روی سرش گذاشته بوده و داشته میدویده خاصی خود چهرش عوض کنه مثلا آره حدودا ساعت هفت و رب بوده داشته میدویده که بره سوار ماشینش بشه و این برای من عجیب بوده بعد که مارک رو توی تلویزیون دیدم به نظرم اومد که خیلی شبیهه یعنی اینکه میتونه مارک, مارک باشه بشت. که میخواسته خودش رو عوض کرده باشه ولی الان یک سوالی پیش میاد یعنی اینکه مارک که تلفن ساعت یک رو به شیش با همسرش تموم شد که در اونجا بود پینگای تلفنش افتاده در اون شهر بود 150 کیلومتر فاصله داشت از خونه یعنی اینکه اون از ساعت یه رو به شیش پا شده را افتاده اومده قتل رو انجام داده و ساعت هفت رو این خانم اینو دیده یعنی میشه یه همچین چیزه حتی ما اگه نخوایم ترافیک رو حساب کنیم یعنی اینکه چه جوری اون با چه سرعتی اومده واقعا غیر ممکنه بخواد همچین کاری سر و 150 کیلومتر غیر ممکنه و پلیس استدلال کرد که مارک بدهکار بوده میخواسته اون آرزوی تاکستانی که داشته رو برآورده کنه ده هزار دلار بدهکار بوده باید اون پول رو میداده میخواسته که از بیمه عمر همسرش استفاده کنه و پول رو بده آره و اینکه مارک بیمه همسرش رو قبل از قتل از دو هزار دلار تبدیلش کرده بوده 500 هزار دلار و مارک میگفت که این رو همون اداره بیمه به ما پیشنهاد کرده گفته به خاطر اینکه شما مریضین و بیمه <applause> داره رو از آره شما بیمه عمرتو بالا بر تازه اون گفته یه میلیون دلار من کلمش 500 هزار دلار و البته هنوز فایلاشو پر نکرده هنوز نفرستاده فقط در حد حرف زدنه و یک چیز دیگه که وجود داشت اگر اون خانم مارگارت اون خانم همسایه میگفت که من مارکو دیدم که میدویده من گفتم مارک یه قد 190 سانتی 140 کیلو وزن مشکل آرتروز داره صد... 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 کیلو وزم. آره دیگه 140 کیلو مشکل آرتروز داره توی پاش چیزی میذاره که اصلا نمیتونه تند بدوه میتونه اون چیزی که خانم مارگارت گفته باشه عملی باشه که دویده باشه بره سوار ماشین بشه و اینها خب با عقل جور در نمی اومد. در فوریه 2001 شش ماه بعد از قتل امبر و کریستیان پلیس به این نتیجه رسید که الان مدارک و شواهدش کافیه و میتونن کریستیان رو بکشن به دادگاه در این دادگاه که یک سال بعد شروع شد دادستان ادعا کرد که مارک ساعت یک رو به شیش بعد از اینکه تلفنش با کریستیان و امبر تموم شده 150 کیلومتر رفته به خونش همسرش و دخترش رو کشته و بعد ساعت هفت و اون خانم همسایه دیده مارک رو که اون کلاگیست بلوند رو داره بعد سوار ماشین شده دوباره 150 کیلومتر رو اومده به هتل و جواب تلفن همکار تجاریش رو داده ساعت 8.30 ساعت 8.30 نیم شب خب ولی از اینجا بخوایم در نظر بگیریم که از ساعت 1 به 6 تا ساعت 8.30 که این رفته و برگشته دوباره به هتل تلفن جواب داده کلا میشه ساعتو45 دقیقه خب توی 245 دقیقه هم رفته هم اومده هم آدم, آدم کشته هم شواهد رو از بین برده دقیقا و بعد الان مثلا اینجوری بخوای در نظر بگیری رفت و برگشتش که 150 کیلومتر بوده میشه 300 کیلومتر و اینو خب میتونه تو مثلا حد اقلش مثلا میتونه که تو سه ساعت پیموده باشه این که رای که رفته آره ولی سه بلی... ساعت ولی چجوری مثلا اینجا الان دو ساعت و چل پنج دقیقه رفته و بعدش مثلا آدمم کشته این بین و به این سرعت برگشته و شواهد و همه از بین برده و یک چیز دیگه ای که وکلا استدلال کردن وکلای مارک استدلال کردن این بود که مارک خبر نداشت که شریک تجاریش میخواد بهش زنگ بزنه خب وقت داشت میتونست لفت بده یعنی اینقدر با سرعت نره و بیاد راحت کارش انجام بده آره یک چیز دیگه ای هم که حالا وکلای مارک گفتن این بود که 68 لیتر بنزین داشت مارک و فاصله این 300 کیلومتر باید این بنزین رو میسوزوند ولی خب نسوزونده بود این بنزین رو و اصلا جای دیگه هیچ رسید دیگه نشون نمیداد که مارک بجز اون 68 لیتر بنزین دیگه ای زده باشه بعدش هم دوباره فکر کن که بخواد پمپ بنزین هم وایس بنزین بزنه دوباره می زمان این اینم هستش که یعنی بخواد اینم حساب کنی بعد یه عده گفتن که خب یه گالون داشته توی ماشینش که بنزین رو ریخته داخلش و بنزین رو با خودش حمل و نقل می‌کرده یعنی اینکه از قبل اینا همه رو بر, بر برنامه, برنامه ریزی کرده, کرده باشه ولی هیچ کدوم از اینها نمیتونست این رو ثابت کنه یک چیز دیگه که در دادگاه مطرح شد این بود که خب چرا کریستیان به داخل خونه بود ساعت هفت شب و دادستان ادعا کرد که مارک به کریستیان زنگ زده گفته خودتو برای رابطه جنسی آماده کن برای همون هم کریستیان زودتر امبر را فرستاده توی اتاق خواب لباس خواب تنش بوده و خودش هم برهنه توی اه، اه، تختش منتظر مدرد شوهرش, مدرد شوهرش, بوده که خب خیلی فانتزی نمیدونم به هر جهت و خب نمیتونستن که اینها رو به هم دیگه ربط بدن از یه طرف دیگه اومد دادستان ادعا کرد که دی کریستیان و امبر روی لباس مارک هست مثلا مثل اینه که الان به من بگن که چرا دی ای تو مثلا دی, ای من, دی ای من روی لباس تو هست خب داریم توی خونه زندگی, زندگی می کنید. دیگه همش در آره می گفتن که خب این ممکنه حتی یه لباسی شسته باشه لباس رو تا کرده باشه ممکنه که این دی این ای انتقال داده شده باشه ولی اینا در مدت این یک سال داشتن یک کار دیگه انجام میدادن در نظر بگیرید که اون صحنه که کریستیان و انور کشته شده بودن خیلی خونی بود یعنی اصلا هیچ آدم عادی نمیتونه رفته باشه داخل با تمیز و با تمیز باشه. برگشته باشه خب عینک عینک مارک ماشینش انگشتراش همه جا رو چک کردن و نتونستن هیچ خونی پیدا کنن توی ماشین این حتی با اشعه هم که چک کردن نتونستن چیزی پیدا کنن که مارک رو ربط بدن به صحنه جنایت خونی چیزی باشید. آره ولی اینجای جیب لباسش و اینجای گرنش یه سری مثل مخاط دماغ بود خب که انگار مثلا دماغش رو تمیز کرده باشه یه سری مخاط بود و اینها یک ماه بعد از اینکه که حالا کریستیان امبر کشته شده بودن این لباس رو گرفتن و این لباس یه ذره اون مخاطی که داشتونه هم فاسد شده بود اومدن میخواستم بدونن که این لکه ای که رو لباس هست چیه از دکترهایی که توی نیوزلند بودن ازشون خواستن که بیان بررسی کنن این لکه ها رو و میگفتن که بگین این لکه از کجا اومده مال شخصی؟ چه شخصیه اونها چک کردن و گفتن که این لکه فاسد شده و الان که داره یک ماه میگذره ما نمیتونیم بررسیش کنیم اصلا لکه چروکیده شده اون بافتی که داره توی نیوزلند گشتن که این نفر بیاد روی این بافت تحقیق کنه ولی توی نیوزلند هیچ کس رو نتونستن پیدا کنن یک دکتر آمریکایی پیدا شد که توی تگزاس زندگی میکرد و گفت که من میتونم این بافت رو معاینه کنم در نظر روی که داره از بافت از عمر این بافت داره مدت ها داره میگذره و, و فاسد شده کاملا رفتن آمریکا این بافت رو بردن و این دکتر این بافت رو چک کرد و گفت که من صد در صد مطمئنم که این بافت مایع مغزیه یعنی از مغز کریستیان <applause> اومده و اومد در دادگاه این مسئله رو شهادت داد و گفت که بله این از مغز کریستیان اومده و خب تو هیئت منصفه رو میتونید تصور کنیم. علاوه بر اون که دادستان هم برداشت گفت که هیچ مردی نباید مغز همسرش رو لباسش داشته باشه و این جمله در دادگاه به معنای واقعی منفجر شد یعنی حتی تا همین الان هم که داره از پرونده میگذره تاثیرش کن... هست آره تاثیرش خیلی زیاد یعنی به هیچ عنوان هیئت منصفه رو دیگه نتونستن قانع کنن وکلای مارک گفتم مگه شما نمیگی این چیزی که روی لباس مارک هستش مایه مغزیه و موقع حمله تنش بوده خیلی خب باشه این تنش بوده اینم مایه مغزی کریستیانه اما چرا خون نداره وقتی اون همه زربر زده که مایه مغزی پاشته لباسش باید خونم میپاشه باید خونم داشته باشه بعد اون همه اون صحنه خونی بوده فقط یه تیکه اومده که البته دادستان میگفت خب چون لباس رو پوش تنش بوده که اون خونا و اینا بهش نگیره از این طرف دیگه میگفتن می گفتم باشه وکلای مار گفتم باشه مگه نمیگن این لباس تنش بوده گفتن چرا تنش بوده خب چرا عرق نکرده این 20 تا ضربه به اونا با تبر زده است انرژی زیادی باید صرف کنه چرا هیچی عرق نکرده چرا پیاده رفته سوار ماشینش اون همه راه اون همه راه رفته ولی خب دادستان قبول نمیکرد هیئت منصفه کاملا این مسئله روشون تاثیر گذاشته بود حتی موقعی که داشتن حکم رو میدادن که قرار بود هیئت منصفه تصمیم بگیرن که مارک رو محاکمه کنن یا نه فقط 7 ساعت طول کشید مشاورشون و با همین مدارکی که نبود من میگم مثلا مارک قاتل بیشتر از این که نیست دیگه مارک همسر و فرزندش رو کشته هیچ مدرکی نیست علیهش بعد مدرک درستاری بیارن بعد اینا که میگفتن میگفتن که مارک چرا یه رو دیرتر جواب تلف... جواب تلفن همکارش تجارش شد همکار تجارش دو بار زنگ زده بود دیگه یه بار هشت رو یه بار هشت و نیم هشت رو که زنگ زده بود مارک استدلال کرده بود که من توی دستشویی بودم بعد که اومدم دوباره زنگ زده جواب تلفنش رو دادم یعنی میدونی استدلالایی که دادستان ها میکردن روی همچین چیزهایی بود و هیئت منصفه 7 ساعت مشورت کردن و بعد گفتن که مارک باید به حبس ابد مش... متهم بشه یعنی محکوم بشه. بشه با حداقل 17 سال بعدش آزادی مشروط که مارک بلافاصله بعد از اینکه این حکم رو بهش دادن دوباره شکایت کرد و جالبش اینه که دادگاه این حکم رو کرد 20 سال. مارک 11 سال رو در زندان گذرون و بعد از 11 سال درخواست داد برای اینکه دوباره محاکمه بشه و خب در سال 2013 پذیرفته شد و قرار بود که محاکمه مارک از ابتدا شروع بشه در این دادگاهی که جدید برگزار شد دادستان ها اومدن حرفشون رو عوض کردن و گفتن که ما در پروسه دادگاه قبلی یک سری اشتباهات داشتیم یک سری حفره خالی بوده که ما نمیتونستیم پرش کنیم ساعت مرگ که ما گفتیم ساعت هفت بوده و مارک رفته همسر و فرزندش رو ساعت هفت کشته اشتباهه ساعت مرگ اینها در حقیقت بعد از نیمه شبه حالا چرا این حرف رو زدن؟ گفتن که دکتری که در ابتدا کریستیان و انور رو چک کرد گفت که مواد غذایی که داخل شون بوده هضم نشده بوده برای همین یک ساعت زمان میبره و من حدس میزنم اینا که ساعت 6 غذا خوردن ساعت هفت دیگه زمان مرگشون بوده چون دیگه غذا هضم نشده اما یه سری دکتر دیگه اومدن گفتن که این اشتباهه که ما بگیم که همه آدم این تایم غذاشون هضم میشه اصلا بستگی به شرایط مختلف هم داره دقیقا گفتن که از هر فرد به فرد دیگه شرایط هضم متفاوته نوع غذایی که میخوریم متفاوته آیا همراهش آب میخوری نوشابه میخوری اینها متفاوته و گفتن که آدم ها در کلا بین دو تا ده ساعت زمان میبره که غذا رو هضم کنن بنابراین طبق اون چیزی که وجود داشت گزارش هایی که وجود داشت الان ساعت مرگ رو کرده بودن ساعت دو نیمه شب و میگفتن که احتمالا کریستیان دو نیمه شب به قتل رسیده چون که قبلش هم یک بطری بزرگ نوشابه خورده بوده که تاثیر داشته رو قضا که روی غذا تاثیر داشته به هر جهت میگفتن که ما اگر بگیم که ساعت دو نیمه شب به قتل رسیده خیلی درست داره اول اینکه مارک از ساعت یک نیمه شب تا هفت صبح وقت داشته که بره و برگرده خب از لحاظ این زمان بندی درست, درست میشه که یعنی مارک رفته قتلش رو کرده اون کاری که میخواسته انجام بده رو انجام داده و بعد برگشته موتل سر فرصت این کاملا درسته و بعد گفتن که این که میگیم که چرا ساعت هفت شب کریستیان کاملا برهنه بوده اگر کریستیان ساعت دو نیم شب به قتل رسیده باشه کاملا نرماله که توی تخت خوابش برهنه خوابیده باشه چون بعضی حالا عادت دارن که برهنه میخوابن می تو تخت خواب میگفتن که اگر ساعت دو نیم شب به قتل رسیده باشه خیلی طبیعیه که احتمالا امبر لباس خواب تنش بوده و کریستیان هم برهنه, برهنه بوده و بعد ظاهرا کریستیان عادت داشته که شبها قبل از خواب کتاب میخونده و میگن که اون زمان عینکش در عینکش باز بوده به این معنی بوده که الان رفته توی رختخواب و داشته کتاب, کتاب, میخونده یکی چیز دیگه که در دادگاه اول چک شد این بود که گفتن کامپیوتر کریستیان که داشته باهاش کار میکرده ساعت ده و پنجه و دو دقیقه شب آخرین فعالیتش رو داشته در اون دادگاه گفتن که ساعت این کامپیوتر ممکنه که اشتباه بوده باشه ممکنه که مارک رو دستکاری کرده باشه ولی الان میگفتن که طبق تایم جدیدی که ما میگیم ساعت قد دوی نیم شب بوده احتمال داره که کریسیان بعد از اینکه کارش رو تموم کرده بعد رفته به رخت خواب یعنی که خودش آخرین نفر از کامپیوترش استفاده کرده و بعدش هم یه چیز دیگه نکته هم که بودش این بود که مارک اونقدر به کامپیوتر اینو در ارتباط نبوده یعنی مثلا اونقدر کارش به کامپیوتر خوب نه. نبوده, نبوده. و کریستیان بیشتر به کامپیوتر کار میکرده پس من مارک مثلا نمیتونسته که اون ساعت و اینا رو مثلا تغییر بده نمیتونسته تغییر بده میدونی این چیزی که الان دارن میچینن خیلی درست از دادگاه اول یعنی الان اینو میتونی یه ذره فکر کنی که بگی خب ممکنه مارک قاتل باشه میتونی یعنی مثلا این هستش حالا در همون سیوم اگوست که برادر کریستیان رفت و جنازه ها پیدا شد برگه های مالیاتی برادر کریستیان کنار کامپیوتر بود و قشنگ مشخص بود که احتمالا شب قبل کریستیان مشغول این بوده که این... برگه های مالیاتی آماده کنه آره دقیقا مشغول این بوده بعد یک چیز دیگه که گفته شده بود و قبلا در نظر نگرفته بودن این بود که امبر همیشه عادت داشت یک برنامه که خیلی مورد علاقش بود ساعت هفت شب شروع میشد تا هفت نیم خب اون رو همیشه میدیده یعنی اینکه اگر یک شب نمیدیده دعوا توی خونه را مینداخته اینقدر علاقه داشته اینقدر علاقه داشته که همه در مورد این برنامه میدونستن ولی بعد که حالا متخصص های صحنه جرم رفتن تلویزیون روی یک شبکه دیگه ای بود اون شبکه ای که سریال داشته نبودش نبود یعنی که اگر ما در نظر بگیریم که طبق اون دادگاه اولی مارک ساعت هفت میرفته اونا رو به قتل رسونده بوده باید روی همون شبکه می بود ولی نبود روی یک شبکه دیگه بود قشنگ مشخص بود که بعد از اون برنامه های دیگه دیده شده و اینکه توی آشپزخونهشون بقایای یه سری کیک و قالب و اینها بود که یعنی نشون میداد که اینها اون شب آشپزی هم کردن یعنی بعد از اینکه اون غذا رو خوردن که کیک اینا هم درست کردن هم درست آره کردن. اینا هم درست کردن و خوردن خب پس الان بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که احتمالا مارک میتونسته بعد از اینکه به اون فاحشه کارش تموم شده باشه سوار ماشین شده باشه اومده باشه با خیال راحت علاوه بر اینکه ترافیک هم نیست نصف شب شاهدی هم نیستش اومده باشه احتمالا حمله هم... رو با همسرش شروع کرده و بعد صدای جیغای همسرش که اومده امبر بیدار شده کشت. و اونم کشته کشته شده یعنی این ساعت درست در می اومد و میمونه اون مایه مغزی این بار هم بررسی شد و میخواستن ببینن که الان که یه ذره تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرده میتونم بفهمن که این بافت چیه یا نه بعد از اینکه بررسیش کردن متخصص ها گفتن که ما نمیتونیم بگیم که این گوشت پای خوکه یا مال انسانه مایه مغزیه یعنی در این حد غیر قابل تشخیصه در این حد چون ظاهرا شب قبل مارک ادعا کرده که من پای خوک خوردم اون چیزی که روی لباسم ریخته پای خوکه خب اونا داستان هم میگفتن مایه مغزیه اون دکترایی که روش کار میکردن گفتن که ما نمیتونیم بگیم به صد درصد این متعلق به حیوانه یا به انسانه ولی گفتن که ما میتونیم حدس بزنیم که این نمونه به انسان نزدیکتره تا حیوان یعنی حتی میگفتم مثلا یه درصد بالایی هم نه که مثلا بگی 99 درصد مثلا متعلق به انسان یه درصد متعلق به حیوان یه مثلا میگفتن که 51 درصد میتونه انسان باشه 49 درصد حیوان باشه یه همچین عددی خیلی وکلای مارک تلاش کردن که این اطلاعات رو از روی پرونده حذف کنن که حداقل هیئت منصفه راحت تر بتونن تصمیم بگیرن ولی خب نتونستن یعنی میدونی هنوزم توی دل هیئت منصفه شکی بود که از اون حرفا و کاری کرده بودش مثلا چه دادگاه گفتن که این مثلا نمیتونستن باباد. ببین ولی وکلاش میگفتن که اوکی مارک آدم مشروب خور آدم بد آدمی که همسر داره فاحشه استخدام میکنه ولی ما میتونیم روی اخلاق و کرداری که این داشت یک نفر رو متهم کنیم مثلا این همه سال توی زندان باشه واقعا غیر قابل مثلا این کسی یعنی انصاف نیستش واقعا آره ولی خب ما نمیتونیم بگیم که کدوم طرف دارن درست میگن خلاصه بعد از هفت هفته دادگاه هیئت منصفه 17 ساعت مشورت کردن و این بار هم دوباره مارک رو به حبس ابد محکوم کردن و منتها از اونجایی که مارک به هیچ عنوان قتل رو گردن نمیگیره به هیچ عنوانم واجد آزادی مشروط نیستش یعنی اینکه تا زمانی که قتل رو به گردن نگیره آزادی مشروط نمیده. نمی نمیتونه آزاد شه تا همین جایی که ما الان اپیزود رو ضبط کردیم میدونیم که مارک هنوز در زندانه و هنوز قتل رو گردن نگرفته به هیچ عنوان و من فکر میکنم آدمی که حالا قتل کرده میتونه گردن بگیره که آزاد بشه خیلی ها بودن که قتل نکردن ولی قتل رو مجبور بودن گردن بگیرن که آزاد بشن حداقل از آزادی مشروط استفاده, استفاده کنن ولی خب جالب که چرا مارک این رو قبول نمیکنه اما یک سری شواهد وجود داره یک سری ادله وجود داره که در دادگاه گفته نشده میدونیم مثل این پرونده های هست که ما میگیم یه سری شواهد رو قاضی و دادگاه و پلیس بر می داره، انتخاب میکنه یعنی همه شواهد رو نمیاد بریزه رو میز واسه اینکه فرمان پرونده رو ببنده یه سری شواهد رو ارائه میدن از جمله اینکه هفت تا اثر انگشت ناشناس توی صحنه جنایت پیدا شده اون پاسیوی که شکسته بود یک رد کفش پیدا شد در صحنه جنایت دی ای پیدا شده و از جمله اینکه در اون زمانی که کریستیان با قاتل درگیر بوده توی دستش موهای ناشناس پیدا شده میدونی یعنی فکر میکنم که اینها خیلی بارستره از اون چیزهایی که به مارک نسبت دادن چیزهایی که مثلا چرتی که از خودشون درآورده آره ببین درسته که الان ساعت قتل میخونه من میگم محاکمه اولی که کردن اشتباه بود مثلا اومدن گفتن که اون خانم مارگارت همسایه گفته من دیدم بعدها وکلای مارک اومدن به دادگاه یه تیکه روزنامه ارائه دادن که همین خانم مارگارت گفته بوده که من بعد از 60 سال بالاخره میتونم واضح ببینم یعنی اینکه در زمان قد چشماش به درستی نمیدیده ولی اومده شهادت داده که این یارو مارک بوده کلاریس هم داشته و فلان داشته و اینا همین بوده هم... همین بوده من اینو خب اینا همه با هم نمیخونه از یه طرف دیگه حتی در اون زمان شاهدینی بودن که یک پسری بود که میگفت من با پدرم داشتم تلفنی صحبت میکردم و بعد دیدم که چراغ خونه کریستیان و امبر روشنه بعد که تلفنش رو در آوردن چک کردن دیدن که ساعت ده و پنجه و دقیقه باباش صحبت کرده و اون زمان چرا روشن بوده خب یعنی اون زمان هم که مدارک نداشتن بر علیهش نداشتن تایید کردن الان هم که حالا ساعت مرگ و برفرض دارن درست میگن این رو هم دارن تایید میکنن اما اما صد در صد که مرگ کریستیان واقعا وحشتناکه مرگ انبر واقعا وحشتناکه کی میخواد که بد جنسی داشته باشه با یک مادر و بچه که به قتل برسونتش رو میدونی یعنی این سواله ولی بعضیا ولی بعضی رسانه ها گفتن که ظاهرا بعد از اینکه کریستیان و امبر به قتل میرسن یکی از همسایه هایی که در نزدیکی خونه اونها زندگی میکرده ناپدید شده خب به خاطر ترسش بوده یعنی یه کاری کرده بوده اتباع. یا یه کاری کرده بوده یا اینکه شاید اون هدف بوده یه قتل اشتباهی بوده این قتل یعنی اینکه مثلا کسی که میخواسته بکشه خونه اشتباهی رفته کشته دقیقا یعنی مثل قتل فکر میکنم فکر میکنم مثل قتل لینزی بوزیا که مثلا همه میگفتن قاتل اجارهی بوده چون یه قتلی که مثلا ما داریم صحبت میکنیم که هیچ متهمی ندارن اثر انگشتش به جایی نرسیده میگن که شاید اشتباهی کشه ببین عادی نیست که در یک روز بعد از اینکه اینها کشته بشن یه همسایه ناپدید بشه من به نظرم به اندازه کافی مشکوک هست یه چیز دیگه که صحبت کردم ما گفتیم که یه سری رنگای آبی و نارنجی توی جمجمه کریستیان پیدا کردن برای من به شخص عجیب بود که یه چیزی رو رنگ کنی بعد رنگاش بریزه مگه اینکه رنگاش دیگه چجوری باشه که بریزه اومدن ابزارهای دیگه مارک رو استفاده کردن خب که اونایی که رنگی بود اونایی که رنگی بود و به سر خوک و چیزایی که سف بود ضربه زدن هیچ تیکه جدا نشد یعنی رنگ دیگه بود اون رنگ ببین رنگا همون بوده چون میگفتن که بافت شیمیاییش از لحاظ چه شیمیاییش یکی بوده ولی اینش عجیبه که اون ابزارهای دیگه‌ای که داشتن ضربه می‌زدن باهاش یه تیکه رنگم در جدا نشد ازش بعد محمد تیکه رنگ پیدا بعد اونا 18 تا تیکه رنگ فقط توی سری جمجمه کریستیان پیدا کردن وکیل مارک میگه که خب مارک اگر انقدر قاتل ای بوده که به خاطر پول همسر و فرزندش رو کشته خب اون که اون لباس ها رو از اون صحنه خونی دور کرد چرا اون لباس تنش رو دور نکرده یعنی اون از بین بود. اون هم از بین میبود اون که انقدر راحت اینا همه رو از بین برد چرا اینا از بین نبود از یه طرف دیگه از همون لحظه اول پلیس ها میگفتن که مارک به خاطر این به خاطر پول کریستیان و امبر رو کشته آره حرف از بیمه نامه ها بود ولی بیمه نامه ها قرار بود که مبلغش رو بالا ببرن هنوز بالا نرفته هنوز بالا نبرده بودن و اصلا فرم ها پر نشده بود فرستاده نشده فقط بود حرفش. فقط حرفش بود. فقط بود حتی بعد از قتل کریستیان و امبر که هنوز هیچ کس هیچی به مارک نگفته بود که تو متهمی ما داریم تو رو چک میکنیم تو حالا در مزان اتهامی اینا هیچ نگفته بود مارک حتی بعد از این مسئله هم بعد از اینکه به خاک سپورت یعنی رو نرفت برای اون 200 هزار دلار اقدام کنه که یعنی حداقل بگه اون 200 هزار دلار رو میگیرم میدونی یعنی اینا یه ذره آدم رو اذیت میکنه تو سال 2018 و 2019 درخواست داد برای آزادی مشروط رد شد و الان دوباره سال 2022 درخواست داده باید ببینیم که دادگاهش به کجا میرسه آیا بهش اجازه میدم با وجود اینکه حکم رو قبول نداره گردن نگرفته قتل رو بهش آزادی میدن یا نه شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که مارک همسر و فرزندش رو کشته یا چیز دیگه ای در جریانه تو چی فکر, نه فکر میکنی؟ من فکر میکنم آدم بدشانسه ببین من چند هفته پیش داشتم روی پرونده کار میکردم که الان بهتون نمیگم چه پرونده ایه. ولی در اون پرونده اینجوری بود که یک نفر از سالهای پیش یک کینه به دل گرف، گرفته بود و مرد هر چقدر که زن میگرفت این مرد میمد زنه این رو میکشت میدونی چی یعنی جوری بود که کینه رو مثلا چی شده بود که قتل بکنه آره طرف آره و به خود مرده کاری نداشت ولی مثلا میومد اطرافی این طرف رو میکش و این برای من جالب بود مثلا پیش خودم داشتم فکر میکردم خب از کجا معلوم که مثلا برای مارک هم این اتفاق نیفتاده باشه به هر جهت هیچ مدارکی نیست که مارک رو متهم کنه علاوه بر اینکه هیچ مدارکی هم نیست که متهمش نکنه تبرش کن کنه امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشین اگه میخواین از ما حمایت کنین لطفا ما رو سابسکرایب کنین کامنت بذارین و لایک کنین تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار خدا نگهدار